بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند. با صدای حمید پاکنیا، داوود گوش پشت، اثر صادق هدایت. نه، هرگز من دنبال این کار نخواهم رفت. باید به کلی چشم پوشید. برای دیگران خوشی می آورد، در صورتی که برای من پر از درد و زجر است. هرگز. داوود زیر لب با خودش می گفت و عصای کوتاه زرد رنگی که در دست داشت به زمین می زد و به دشواری راه می رفت. مانند اینکه تعادل خودش را به زحمت نگه می داشت. صورت بزرگ او روی قفسه سینه برآمده اش میان شانه های لاغر او فرو رفته بود. از جلو یک حالت خشک، سخت و زننده داشت. لبهای نازو که به هم کشیده، ابروهای کمانی باریک، مژه‌های پایین افتاده، رنگ زرد، گونه‌های برجسته استخوانی. ولی از دور که به او نگاه می‌کردند، نیمتنه چوچونچه او با پشت بالا آمده، دست‌های دراز بی‌تناسب، کلاه گشادی که روی سرش فرو کرده بود، به خصوص حالت جدی که به خودش گرفته بود و عصایش را به سختی به زمین می‌زد، بیشتر او را مضحک کرده بود. او از سر پیچ خیابان پهلوی انداخته بود در خیابان بیرون شهر و به سوی دروازه دولت می‌رفت. نزدیک غروب بود. هوا کمی گرم. دست چپ جلوی روشنایی محو این پایان غروب، دیوارهای کاهگلی و جرزهای آجری در خاموشی سر به سوی آسمان کشیده بودند. دست راست خندق را که تازه پر کرده بودند، کنار آن فاصله به فاصله خانه های نیمه کاره آجری دیده می شد. اینجا نسبتاً خلوت و گاهی اتومبیل یا درشکه‌ای می‌گذشت که با وجود آب پاشی کمی گرد و غبار به هوا بلند می‌کرد. دو طرف خیابان کنار جوی آب درخت‌های تازه و نوچه کاشته بودند. او فکر می‌کرد. می‌دید از آغاز بچگی خودش تا کنون همیشه اسباب تمسخر یا ترحم دیگران بوده. یادش افتاد اولین بار که معلم سر درس تاریخ گفت که اهالی اسپارت بچه های هیولا یا ناقص را می کشتند، همه شاگردان برگشتند و به او نگاه کردند و حالت غریبی به او دست داد. اما حالا او آرزو می کرد که این قانون در همه جای دنیا اجرا می شد و یا اقلن مثل اغلب جاها قدغن می کردند تا اشخاص ناخوش و معیوب از زناشویی خودداری بکنند. چون او می دانست که همه اینها تقصیر پدرش است. صورت رنگ پریده، گونه های استخوانی، پای چشم های گود و کبود، دهان نیمه باز و حالت مرگ پدرش را همان طوری که دیده بود از جلو چشمش گذشت. پدر کوفت کشیده پیر که زن جوان گرفته بود و همه بچه های او کور و افلیج به دنیا آمده بودند. یکی از برادرهایش که زنده مانده بود، او هم لال و احمق بود تا اینکه 2 سال پیش مرد. با خودش می گفت شاید آنها خوشبخت بودند. ولی او زنده مانده بود.
از خودش و از دیگران بیزار و همه از او گریزان بودند. اما او تا اندازه‌ای عادت کرده بود که همیشه یک زندگانی جداگانه بکند. از بچگی در مدرسه، از ورزش، شوخی، دویدن، توپ بازی، جفتک چهارکش، گرگم به هوا و همه چیزهایی که اسباب خوشبختی همسالهای او را فراهم می آورد، بی بهره مانده بود. در هنگام بازی کز می کرد، گوشه ی حیات مدرسه کتاب را می گرفت جلوی صورتش و از پشت آن دزدکی بچه ها را تماشا می کرد. ولی یک وقت هم جدن کار میکرد و میخواست اقلن از راه تحصیل بر دیگران برتری پیدا بکند. روز و شب کار میکرد. به همین جهت یکی دو نفر از شاگردهای تنبل با او گرم گرفتند. آن هم برای اینکه از روی حل مسئله ریاضی و تکلیفهای او رونویسی بکنند. اما خودش میدانست که دوستی آنها ساختگی و برای استفاده بوده. در صورتی که می دید حسن خان که زیبا، خوش اندام و لباسهای خوب می پوشید، بیشتر شاگردها کوشش می کردند با او دوست بشوند. تنها دو سه نفر از معلمها نسبت به او ملاحظه و توجه ظاهر می ساختند. آن هم نه از برای کار او بود، بلکه بیشتر از راه ترحم بود. چنان که بعد هم با همه جان کندنها و سختیها، نتوانست کارش را به انجام برساند. اکنون دست تهی مانده بود. همه از او گریزان بودند. رفقا آرشان می آمد با او راه بروند. زنها به او می گفتند قوزی را ببین. این بیشتر او را از جا در می کرد. چند سال پیش دوبار خواستگاری کرده بود. هر دو دفعه زنها او را مسخره کرده بودند. اتفاقاً یکی از آنها زیبنده در همین نزدیکی در فیشرآباد منزل داشت. چندین بار یکدیگر را دیده بودند. با او حرف هم زده بود. عصرها که از مدرسه برمیگشت می آمد اینجا تا او را ببیند. فقط به یادش می آمد که کنار لب او یک خال سیاه داشت. بعد هم که خاله اش را به خواستگاری او فرستاد، همان دختر او را مسخره کرده و گفته بود مگر آدم قحط است که من زن قوزی بشوم؟ هرچه پدر و مادرش او را زده بودند، قبول نکرده بود. می گفته مگر آدم قحط است. اما داوود هنوز او را دوست می داشت. و این بهترین یاد بود دوره جوانی او به شمار می آمد. حالا هم دانسته یا ندانسته بیشتر گزارش به اینجا می افتاد و یادگارهای گذشته دوباره پیش چشم او تازه می شد. او از همه چیز سرخورده بود. بیشتر تنها به گردش می رفت و از جمعیت دوری می جست. چون هر کسی می خندید یا با رفیقش آهسته گفتگو می نمود، گمان می کرد راجع به اوست. دارند او را دست می اندازند. با چشمهای میشی رک زده و حالت سختی که داشت، گردن خود را با نصف تنه اش به دشواری برمی گردانید. زیر چشمی نگاه تحقیرآمیز می کرد، رد می شد. در راه، همه ی حواس او متوجه دیگران بود. همه ی عضلات صورت او کشیده می شد. می خواست عقیده دیگران را درباره خودش بداند. از کنار جوی آهسته می گذشت و گاهی با ته عصایش روی آب را می شکافت. افکار او شوریده و پریشان بود. دید سگ سفیدی با موهای بلند از صدای عصای او که به سنگ خورد، سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد. مثل چیزی که ناخوش یا در شرف مرگ بود، نتوانست از جایش تکان بخورد و دوباره سرش افتاد به زمین. او به زحمت خم شد. در روشنایی مهتاب نگاه آنها به هم تلاقی کرد. یک فکرهای غریبی برایش پیدا شد.
حس کرد که این نخستین نگاه ساده و راست بود که او دیده، که هر دوی آنها بدبخت و مانند یک چیز نخاله بار زده و بی خود از جامعه آدم ها رانده شده بودند. میخواست پهلوی این سگ که بدبختی های خودش را به بیرون شهر کشانیده و از چشم مردم پنهان کرده بود بنشیند و او را در آغوش بکشد، سر او را به سینه پیش آمده خودش بفشارد. اما این فکر برایش آمد که اگر کسی از اینجا بگذرد و ببیند، بیشتر او را ریشخند خواهند کرد. تنگ غروب بود. از دم دروازه یوسف آباد رد شد. به دایره پرتو افشان ماه که در آرامش این اول شب غمناک و دلچسب از کرانه آسمان بالا آمده بود نگاه کرد. خانه های نیمه کاره، توده آجرهایی که روی هم ریخته بودند، دورنمای خواب‌آلود شهر، درخت‌ها، شیروانی خانه‌ها، کوه کبود رنگ را تماشا کرد. از جلو چشم او پرده‌های درهم و خاکستری می‌گذشت. از دور و نزدیک کسی دیده نمی‌شد. صدای دور و خفه آواز ابو عطا از آن طرف خندق می‌آمد. سر خود را به دشواری بلند کرد. او خسته بود. با غم و اندوه سرشار و چشم‌های سوزان. مثل این بود که سر او به تنش سنگینی می‌کرد. داوود عصای خودش را گذاشت به کنار جوی و از روی آن گذشت. بدون اراده رفت روی سنگ‌ها کنار جاده نشست. ناگهان ملتفت شد، دید یک زن چادری در نزدیکی او کنار جوی نشسته. تپش قلب او تند شد. آن زن بدون مقدمه رویش را برگردانید و با لبخند گفت: هوشنگ، تا حالا کجا بودی؟ داوود از لحن ساده این زن تعجب کرد که چطور او را دیده و رم نکرده. مثل این بود که دنیا را به او داده باشند. از پرسش او پیدا بود که می‌خواهد با او صحبت بکند. اما این وقت شب در اینجا چه می‌کند؟ آیا نجیب است؟ بلکه عاشق باشد؟ به هر حال دلش را به دریا زد. با خودش گفت: هرچه باد آباد، اقلن یک هم صحبت گیر آوردم. شاید به من دلداری بدهد. مانند این که اختیار زبان خودش را نداشت گفت: خانم، شما تنها هستید؟ من هم تنها هستم، همیشه تنها هستم، همه عمرم تنها بودم. هنوز حرفش را تمام نکرده بود که آن زن با عینک دودی که به چشمش زده بود دوباره رویش را برگردانید و گفت: پس شما کی هستید؟ من به خیالم هوشنگ است. او هر وقت می آید می خواهد با من شوخی بکند. داوود از این جمله آخر چیز زیادی دستگیرش نشد و مقصود آن زن را نفهمید. اما چنین انتظاری را هم نداشت. مدت‌ها بود که هیچ زنی با او حرف نزده بود. دید این زن خوشگل است. عرق سرد از تنش سرازیر شده بود. به زحمت گفت: نه خانم، من هوشنگ نیستم. اسم من داوود است. آن زن با لبخند جواب داد: من که شما را نمی بینم، چشمهایم درد می کند. آهان، داوود، داوود قوز. لبش را گزید. می دیدم که صدا به گوشم آشنا می آید. من هم زیبنده هستم، مرا می شناسید؟ زلف ترنا کرده او که روی نیم رخش را پوشانیده بود تکان خورده. داوود خال سیاه گوشه لب او را دید.
از سینه تا گلوی او تیر کشید. دانه های عرق روی پیشانی او سرازیر شد. دور خودش را نگاه کرد. کسی نبود. صدای آواز ابو عطا نزدیک شده بود. قلبش میزد. به اندازه تند میزد که نفسش پس میرفت. بدون اینکه چیزی بگوید سر تا پا لرزان از جا بلند شد. بغض بیخ گلوی او را گرفته بود. عصای خودش را برداشت، با گام‌های سنگین افتان و خیزان از همان راهی که آمده بود برگشت و با صدای خراشیده زیر لب با خودش می گفت: این زیبنده بود، مرا نمی دید. شاید هوشنگ نامزدش یا شوهرش بوده، کی می داند؟ نه، هرگز. باید به کلی چشم پوشید. نه، من دیگر نمیتوانم. خودش را کشانید تا پهلوی همان سگی که در راه دیده بود نشست و سر او را روی سینه پیش آمده خودش فشار داد. اما آن سگ مرده بود. تهران، 16 شهریور ماه 1309.